سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم نزدیک یک سال از طولانی ترین جنگ تاریخ رژیم سهیونسی داره میگذره جنگی که شما بهتر از من در جریانش هستین قرار بود یکی دو هفته ای تموم بشه الان بیش از یک سال هست که رژیم رو درگیر کرده در غزه اون هم با اخباری که با همدیگه امروز مرورش خواهیم کرد که حکایت از تلفات وحشتناک سهیونیس در ساعت اخیر در غزه داره میخوایم بریم بررسی کنیم ببینیم چه چیزهای اتفاق افتاده من قبلش خدمت شما عرض بکنم یک سخنرانی بسیار مهم امروز آقای عبدالملک بدرالدین الحوسی رهبر انقلاب اسلامی یمن داشته که میخوایم با هم بررسی کنیم ایشان در ابتدای صحبت خودشان امروز بر این تاکید کردن که هدف رژیم اسرائیل از تشدید تنشها در لبنان جلوگیری از حملات حزب الله از غزه و مردم فلسطین است هدفی که محقق نخواهد شد موضع مقاومت لبنان در حمایت از غزه یک موضع اصولی مذهبی انسانی و اخلاقی است و در این حال به نفع لبنان است نقش حزب الله در حمایت از غزه از ابتدای تجاوز قوی ترین و تاثیرگذارترین نقش در تمام جبه های پشتیبانی از فلسطین بوده دشمن صهیونی به سمت تشدید تنش با لبنان حرکت کرده و همان شیوه جنایتکارانه خود در هدف قرار دادن غیر نظامیان و تخریب خانه های آنها را در پیش گرفته همانطور که در باریکه غزه انجام می دهد. دشمن به خوبی می‌داند در صورت شروع جنگ زمینی رژیم صهیونیستی خسارات و تلفات سنگینی متحمل خواهد شد و شکست خواهد خورد مقاومت لبنان دارای توانمندی نظامی بسیار عظیم زرادخانه بسیار بزرگ است و قادر است با توانمندی های خود معادله درناک را به دشمن سهیونی تحمیل بکند آنچه که واضح است این است که نتیجه حتمی برای دشمن سهیونیستی در مقابل مقاومت لبنان شکست خواهد بود ایشان در ادامه صحبت های خودشان هم اشاره داشتن به عملیات هایی که یمنی ها در دریای سرخ انجام دادن و بعد تاکید کردند که این عملیات ها تا پایان نبرد غزه و آتش بس ادامه خواهد داشت من نکته ایرم خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم چند روزه در عملیات های مقاومت لبنان ما اسم حیفا رو خیلی زیاد میشنویم. یعنی عملیاتی که انجام داده علیه این مرکز بوده اگر بخوایم ماجرا رو ساده بکنیم دیگه اضافه کردن این بخش به بانک اهداف مقاومت و مدام زیر ضربه بردنش به این معنا نیست که مقاومت بانک اهداف خودش رو گسترش داده به نظر میرسه در کنار بندر ایلات مقاومت متمرکز شده بر اینکه این بندر رو هم از چهارچو و از جغرافیای اقتصادی رژیم حذفش بکنه با بازی خودش فضایی رو به وجود بیاره که رفت و آمد در این بندر و فعالیت در این بندر مختل بشود آیا در آنچه که در ذهن داره مقاومت موفق بوده فکر میکنم اگر به اخبار ساعات گذشته در فلسطین اشغالی نگاهی بکنیم مروری داشته باشیم میفهمیم که پاسخ مثبت میباشد لازم هست خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم مقاومت لبنان در فیلمی که در ساعات گذشته منتشر شده حمله های خودش به فرودگاهی در شمال فلسطین اشغالی و یک کارخانه رو منتشر کرده چندین نوبت هست که فرودگاه مجدو داره زیر ضربه میره توسط نیروهای مقاومت اینم خدمت شما عرض بکنم دیشب سهیونسا یکی از شهرک مرزی خودشون رو بمبارون میکنن مورد هدف قرار میدن با نگرانی از اینکه نیروهای مقاومت لبنان وارد شده باشن بعد متوجه میشه نه اصلا نیروهای مقاومت و نیروهای از این دست نبوده یه دسته ای از چهار پاها اومدن وارد شدن و رژیم بخشی از شهرک های خودش رو مورد حجوم قرار داده این چندمین باره که ما در ماهای مختلف در ماهای اخیر میشنویم که از حیوانات چارپا بگیریم اهلیش تا غیر اهلیش رفتن توی فلسطین اشغالی این فکر کرده نیروهای مقاومت حالا مشخص نیست اینا خودشون سر خود به این جنبندی رسیدن در انتهای شب باید برن با سهیونسا بازی بکنن یا ماجره دیگری بوده است جد لازم هست خدمت شما دوستان عزیز درس بکنم هارتس اعلام کرده که از ابتدای صبح تا نیمه روز اخیر که بر ما گذشته 150 موشک از لبنان به سمت فلسطین اشغالی شلیک شده حمله پهبادی مقاومت رو امروز به اهدافی در فلسطین اشغالی شاهد بودیم بمباران یک پایگاه رژیم صهیونیستی و همچنین عملیات مشترک پهبادهای مقاومت علیه رژیم رو شاهد بودیم در یک عملیات شهرکای رژیم با پنجاه موشک زیر ضربه رفته شما فیلم ها رو وقتی مشاهده کنید در بخش اعظمی از حملات گنبد آهنین و آژیرهای خطر به طور کامل از اعلام و مدیریت میدان باز ماندند این آن چیزی هست که این روزها زیاد داره دیده میشه چند تا فیلم هم میدیدم این شهرک نشینا میخواستن آسمون رو نشون بدن که گنبد آهنین در حال مقابل است دقیقا ساختمان های نزدیک و اطراف خودشون توسط موشک های مقاومت زیر ضربه میرفت و لازم است خدمت شما ارز بکنم در عملیات دیگری در ساعت گذشته مقاومت لبنان در پاسخ به کشتار غیر نظامیان هشتاد موشک به سمت یکی از شهرک های فلسطین اشغالی شلیک کرد این هنوز راکت های مقاومته لازم هست بر این مسئله تاکید داشته باشم شلیک پهباد از سوی عراق به سمت فلسطین اشغالی که چند نوبت اینها با موفقیت اصابت کرده انفجارهای مهیبی داشته رو در رسانه ها اخبار فیلم ها و تصاویرش رو دیدیم و بر اساس گزارش هایی که رسانه های مقاومت اراق دارن منتشر میکنن به نظر میرسه که ما در روزهای پیش رو شاهد افزایش حملات مقاومت عراق علیه سحیونسا باشیم بر این هم لازم هست سکید بکنم روزنامه ابری زبان یدیود آهارانوت گزارش شکار کرده در خصوص مقاومت لبنان گفته ضربات ارتش رژیم به لبنان به این معنا نیست که مقاومت توانایی خود برای وارد کردن ضربات سخت را از دست داده برآوردها حاکی از آن است که مقاومت به دلیل برخی ملاحظات ویژه خود در حال حاضر فقط با کمتر از ده درصد از قدرت و توان خود می‌جنگد. برآوردهای اسرائیل حاکی از آن است که مقاومت لبنان در حال برنامه ریزی برای پاسخها به رژیم می باشد نوع رفتار مقاومت نوع عملکرد مقاومت در پاسخ به عملیات های رژیم سهیونسی بسیار اینها رو حیرت زده کرده بسیار حیرت زده کرده مقاومت اراده بخواد بکنه در داخل خاک فلسطین اشغالی عملیات زمینی میتونه انجام بده علیه نیروهای رژیم عملیات میتونه انجام بده مراکز حساس رژیم رو میتونه بزنه اقتصاد رژیم رو میتونه فلج بکنه این که مقاومت داره تلاش میکنه شهرهای جدید رو همچنان به اهداف اضافه بکنه و بخشی از مراکز مهم شهرهای مهم اقتصادی رو از چرخه اقتصاد رژیم خارج بکنه اون چیزی هست که الان از سوی مقاومت لبنان روی میزه توان مقاومت بسیار بالاتر از اون چیزی هست که الان داره دیده میشه و این آن چیزی هست که خود صهیونیستا بهتر سرکسی بهش اشراف دارد بعضی از دوستان من ممکنه بگن خب پس کی قرار این توان رو استفاده بکنه سب بکنید سب بکنید ما در یک بازی هستیم که در اون یک گروهک تروریستی با چیزی در حدود 89 میلیون عضو رو میخوایم از منطقه غرب آسیا بزداییم ازاله بکنیم داعشی که ازش صحبت میکردیم چند صد هزار داشت در تمام شهرکایی که اشغال کرده بود در تمام جغرافیایی که بهش میگفت کشور داعش این عدد میلیونیه ما داریم درباره یک گروهک تروریستی میلیونی صحبت میکنیم و آن چیزی که مقاومت انجام داده آواره کردن سهیونیسا و افزودن بر عدد آنها بسیار هوشمندانه در جهت پیش برده اهداف مقدسی که برای نجات منطقه غرباسی از این ناپاکات داریم می باشد. لازم هست خدمت شما عرض بکنم امروز دو بار نیروهای پدافندی مقاومت لبنان آسمان لبنان رو برای جنگنده های رژیم صهیونیستی ناامن کردن جنگنده های رژیم وادار شدن از آسمان لبنان خارج بشوند تا فراموش نکردم اینم خدمت شما عرض بکنم امروز فیلمی از غزه منتشر شد نیروهای مقاومت منتشر کردن در این فیلم یک تانک مرکاوای رژیم دو بلدوزر رژیم با راکت یاسین و تسلیحات دیگر زیر ضربه رفته یک فروند بالگرد رژیم هم که در نزدیکی محل فرود آمده فیلمش توسط نیروهای مقاومت منتشر شده که داره لاشه ها و زخمی های رژیم رو منتقل میکنه این آن چیزی است که الان در غزه در جریانه گزارشی هم میخوندم از یکی از رسانه های رژیم که اشاره کرده و تقریبا مقاومت در تمام مراکز مختلف در غزه حضور داره در نقاط مختلف غزه هست چیزی به نام حس مقاومت نه تنها اتفاق نیفتاده بلکه رژیم هر کجایی رو ترک کرده اینها دوباره در آنجا حضور اشراف و سیطره پیدا کردن لازم هست خدمت شما عرض بکنم چندین نوبت پایگاه های هوایی رژیم در شمال فلسطین اشغالی تحت حملات مقاومت لبنان بودن خبری هم در رسانه ها منتشر شده به نقل از رسانه رژیم صهیونیستی که اینها عملیاتی تروریستی در زاهیه لبنان انجام دادن عملیاتی برای ترور یکی از فرماندهان مقاومت باید صبر بکنیم ببینیم مقاومت لبنان در خصوص این عملیات چه خواهد گفت آیا اسمی از فرد جدیدی روی خروجی رسانه ها خواهد رفت یا نه یا اینکه این عملیات ناموفق بوده لازم هست خدمت شما دوستان عزیز عرض عز بکنم استر نظری در رسانه های ابری منتشر شده به این اشاره کردن که نتانیاهو بار دیگر تسلیم فشارهای بن غفیر و اسموتریت شده داره اشاره میکنه با آتش بس و داستان از این دست که اینا باش مخالفت کردن یه اثر نظریم امروز از بن منتشر شده بود که گفته بود اگر آتش بس انجام بشه من استفا میدم داستانهای از این دست مدام در داخل فلسطین اشغالی داره مطرح میشه هایی که آشفتگی اختلاف و وضعیت پیشیده در رژیم رو نشون میده من اهمیت این ماجرا رو بخوام خدمت شما دوستان عزیز ارز بکنم باید به این مسئله اشاره کنم. در تصمیم سازی آن چیزی که متأثر از این رفتارها دوچار اختلال می شود و دوچار بحران می شود بسیار غیر قابل انکاره یه جاهای شما تصمیم عقلانی می بگیری متأثر از این فشارها تهدید این تهدید آن و ترس از اینکه هر لحظه کابینه ای بخواد دچار فروپاشی بشه از نوع تصمیم گیری درست باز میمانی و میمانی این آن چیزی هست که این جنس از سر نظرها در فلسطین اشغالی به خوبی آن را برای ما دوباره یادآوری و عیان میکنه من طول ترش نمی کنم این بخشی از آن چیزهایی هست که ما امروز شاهدش بودیم اگر نکته بود اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کاملتر بشه بر دو سه تا نکته تاکید میکنم نکته اول دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه جوشن صغیر برای قهرمان های مقاومت بخونید خیلی وقتی نمیگیره خیلی وقتی نمیگیره آخرش هم یه سجده ای داره و بسیار بیشتر از سطح تصور شما یاریگر مقاومت خواهد بود صدقه برای بچه های مقاومت رزمندگان مقاومت فراموش نشه اینها بسیار یاریگر قهرمان ما در میدان خواهد بود و در روزهای قبل تاکید کردم باز هم تاکید میکنم خدمت رفقای خودم خدمت رفقای حزب اللهی انقلابی و امام حسینی خودم ما در ماجرای اربعین در ماجرای مدافعان حرم در ماجرای یمن نقش پررنگ غیر قابل انکار و فوق العاده هیئت ها خودمون سخنران های خودمون رو داریم میبینیم که خطابه هاشون آن چیزی که میخوانند حرفهای زیبایی که میزنند همه اینها جامعه رو نسبت به مسئله بیدار میکنه الان بیشتر از هر چیزی به این مسئله نیاز داریم ما در میدان قهرمانهایی رو داریم اینها شرافتمندانه در حال نبرد با ناپاکا هستند آقا شما در نقاط مختلف دنیا میشنوی در بین کسانی که مسلمان هستند که این مطرح میشه آقا مرام ایرانی ها معرفت بچه های مقاومت باور بچه های مقاومت این اون چیزی که در میدان نگهشون داشته دارن افتخار میکنن به این مسئله این بچه ها این رزمنده های مقاومت من امروز یکی دو تا فیلمم از لبنان میدیدم که شما میدونید چیزی در حدود 800 نفر در لبنان به شهادت رسیدن در درگیری های اخیر ایستادن توی بیمارستان ها در حالی که دارن خدمت رسانی میکنن یک نوای مذهبی یک نوای امام حسینی یک نوای هیئتی رو دارن با هم میخونن. ما هیئتامون چقدر پاسداش گرفتن برای این بچه ها چند ماه یه بار چند تا همایش داشتیم همایش بزرگ مثلا هیئت های زنجان هیئت های سمنان هیئت های قزوین های تهران چند تا این شکلی داشتیم که بیای مثلا بگیم پاسداش بچه های مقاومت و یه مدداهی قشنگی هم اونجا در بیاد این مدداهی برد پیدا بکنه و مورد توجه قرار بگیره یه سخنرانی خاص من ندیدم چیزی من ندیدم همچین چیزی خیلی کم بوده ما نقش خودمون رو تو این بازی پیدا نکردیم ما نقش خودمون رو نفهمیدیم ما نقش خودمون رو هنوز متوجه نشدیم حتما روی این مسئله کار بکنید حتما روی این مسئله متمرکز باشید اینا خیلی مهمه این پرچمو بلند بکنید رفقا منتظر نباشید همیشه لیدر بیاد برای شما بگه علمدار بازی رو مشخص کرده یه جاهایی من و شما باید آن کاری که باید رو طوری انجام بدهیم نقشی که بر عهده ما هست رو طوری انجام بدیم که اصلا نیاز به فریاد او نباشه او بعدا بیاد بگه دمتون گرد او بعدا بیاد بگه درود بر شما چقدر این مرحله رو مشتی بازی کردیم امیدوار هستم هر چه سریعتر شاهد بنرهایی باشیم در تهران در دیگر نقاط کشور که نشان بدهد عزیزانی آمدهاند و این پرچم رو بلند کردن هیئت ما به شکل ویژهتر بر این مسئله متمرکز شدن بذارید این شکلی بگم آقا ما این همه سخنران انقلابی داریم این همه سخنران داریم حرفای با حرارت مشتی میزن این همه جانباز و کسانی رو داریم که دفاع مقدس رو روایت میکنن یادواره شهدا برای بچه های مقاومت برای شلوار سخت که تو غزه جنگیدن تا آخرین قطره خونشون جنگیدن برای بچه که تو لبنان جنگیدن آقا برای اینا چند تا یادوار شهدا را انداختین یکی بیاد وایسه اونجا مثلا روایت بچه های خرمشهری هم که تو محاصره جنگیدن رو برای مردم بگه غزه در محاصره داره می جنگه خرمشهر هم در محاصره و در آبادان هم به همین شکل بعضی از شهرهای ما به همین شکل اینا در مقابل دشمن وایسادن تا آخرین توانی که داشتن به این بهانه ها راه بندازید یادواره شهدا برشون بگیرید در کنارش از بچه های خودمون بگید از قهرمان های خودمون بگید تاریخ و مرور کنید برای کسانی که پای این حرفو هستن کمک بکنید جامعه بفهمه سادگی داره اتفاق میفته از جنس همونی که ما انجام دادیم از جنس همون کاری که ما کردیم از جنس شرافتی که ما داشتیم اینا رو مرور بکنید اینا بسیار مهمه ما در حال حاضر در این مرحله از بازی برداشت خودم رو میگم بیشتر از هر چیزی به این جنس از مراسم ها نیاز داریم من امیدوار هستم که هر چه سریعتر شاهد این اتفاق باشیم یه مسئله مهمی هم به دوستان خودم بگم رفقای عزیز اگر چیزی در حدود سی نفر از شما همین الان اکانت تلگرام خودشون رو پریمیوم کنن بیان کانال تلگرام ما رو بست بکنن از طریق این لینکی که دارید میبینید رو این لینکی که توی کپشن همین پیامه چهار بار کلیک بکنید اگر سی نفرتون فقط چهار بار کلیک بکنید کانال ما اصطلاحا بست میشه ما برای بیش از پنجا هزار نفر مخاطبی که داریم قابلیت هامون به جهت تولید محتوا به جهت ارائه محتوا خیلی با سر میشه اونم تو این شرایط خاص که ما نیاز داریم از همه قابلیت در حوزه رسانه استفاده بکنم پس خواهش میکنم دوستان من این مسئله رو اونایی که صدای من رو میشنون حتما اقدام بکنن اکانتشون رو ارتقا بدن و بیان کانال ما رو بست بکنن از طریق لینکی که دارید تو کپشن مشاهده کنید این مسئله اول و مسئله دو در هفته تبلیغات هستیم هفته تبلیغات برای تیم ما خیلی مهمه ما از همه دوستانمون درخواست میکنیم حتما اونهایی که در توانشون هست اونهایی که دوست دارن اونهایی که حس میکنن میخوان به ما انگیزه بدن از ما حمایت بکنن از طریق بنری که دارید میبینید یک ریال هم شده از ما حمایت داشته باشن ما حمایت گرفتن برای اون خیلی سخت نیست خیلی از جاهای مختلفی که شما نگاه میکنید اصلا نیاز به حمایت مالی ندارن چون نیازی نیست از جای دیگه حمایت میشن ما برامون خیلی پیچیده نیست اگر بخوایم الان از جای حمایت بگیریم خیلی جاها هم استقبال میکنن خودمون تمایلی به این مسئله نداریم دوست داریم مستقل بریم جلو پس درخواست میکنم از دوستانم اونهایی که در توانشون هست حتما از ما حمایت مالی داشته باشند نکته دیگه ندارم خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر